سلام بچه‌ها، خیلی گفته بودید که بهتون توضیح بدم که روش درس خوندن من چجوریه و چه تکنیکی استفاده میکنم که با وجود اینکه تمرکز ندارم بازم میشینم و درس میخونم و امروز اومدم این تکنیک رو توی این ویدیو بهتون نشون بدم. اگه مثل من ادو درس خوندن براتون سخته و به زور پای درس میشینید و درس خوندن براتون یه وظیفه است، این تکنیک مطمئنم به دردتون میخوره. اولین کاری که من توی هفته میکنم اینه که من هدف کلیمو مشخص میکنم که این هفته میخوام به چه چیزی برسم یا اینکه چه کاری رو حتما انجام بدم. مثلا تموم کردن یه کتاب کامل یا اینکه مثلا 10 ساعت درس خوندن یا تموم کردن مثلا 3 فصل حالا از درسی که میخوای بخونی. این کار کمک میکنه که یه برنامه هدفمندتر داشته باشی و الکی دور خودت نچرخی و بدونی که میخوای چی کار بکنی و خب کمک میکنه که وقتی رو هدر ندی. و بعد حالا برنامه هر روز رو من شب قبلش با توجه به اهدافی که اون هفته دارم برنامه ریزی میکنم. و چرا این کار رو حالا شب قبل انجام میدم؟ به خاطر اینکه صبح که بیدار میشی اولش خسته و خب حوصله هیچ کاری نداری و اگه برنامه هم نریخته باشی از شب قبل برای خودت، دیرتر میری سراغ فعالیت هایی که میخواستی انجام بدی و روزتو دیرتر شروع میکنی و خب دوباره خیلی وقت ارزشمندی رو هدر میدی. پس کاری که میکنم شب قبلش برنامه روز بعد رو میچینم که صبح که ذهنم آشفته است یه راست برم سر اصل مطلب، وقتی رو هدر ندم و خب کمتر استرس میگیرم. وقتی یه سری کارا و چیزایی که بهشون فکر میکنی و توی برگه بنویسی هم باعث میشه که خب توی ذهنت استرس اینو نداشته باشی که ممکنه اون نکته رو فراموش کنم. حالا از این برنامه کم میکنم یا بهش زیاد میکنم، اگه کاری هست یادداشت میکنم و اگه نکته هست که ممکنه باعث شه که حواسم پرت شه و بعدم باید بهش فکر کنم، اگه ترسی دارید که یادتون نره و اهمیتش رو از دست بده، اینو میتونید حتما توی اون تو دو لیستی که دارید یادداشت کنید. آره، این برای منه که من دو طرفش یادداشت میکنم. حالا بریم سراغ اصل مطلب و اون تکنیکی که بهتون گفتم. خیلی تکنیک ساده ایه ولی خب برای اینکه بیشتر بهتون توضیح بدم، اینجوریه که من اون فعالیتی که بخوام انجام بدم و کارهای روزانه‌مو به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌کنم. یه جوری بهش میگن فکر کنم توی برنامه‌ریزی لقمه، به لقمه‌های کوچکتر تقسیم می‌کنم و فقط با این روش میتونم درس بخونم و تمرکز داشته باشم. تو وقتی بخوای فعالیتی که انجام بدی رو به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم بکنی، برنامه روزتو قابل کنترل‌تر می‌کنی و راحت‌تر می‌کنی انجام دادنشو. و به نظر من لذت بخش ترین بخش این برنامه اینه که خب من برای خودم محدودیت زمانی نمیذارم و اینکه خب هر کاری رو مشخص نمیکنم سر یه تایم خاصی انجام بدم. برای مثال سر ساعت 7 برو فلان درس رو بخون یا فلان کار بکن، 8 این کار بکن، چون اینجوری اگه 1 ساعت از دست بدی ممکنه دیگه انگیزه نداشته باشی که بقیه برنامه‌ت رو دنبال کنی. و به جای این کار من مثلا میگم که فعالیت هایی که مهمتره نیاز به تمرکز بیشتری داره، چالش برانگیزتره رو صبح انجام بدم که تمرکز بیشتری دارم یا کمتر خستم، و هرچی به سمت شب میره از اهمیت اون برنامه که دارم کمتر میشه و برنامه راحت تر میشه و دیگه اینجوری میشه که آخرش تفریحی اون کار انجام میدم. برای مثلا همینجوری که دارم فیلم میبینم یا کنار خانواده نشستم بشینم مثلا اون کتابو بخونم یا اون کاری که میخوام انجام بدم. حالا من چجوری تقسیم میکنم؟ به دو روش. یعنی که میتونید برای خودتون تایم بذارید که مثلا با اینکه 3 ساعت قرار درس بخونید اون 3 ساعت رو میتونید به 6 تا بخش 30 دقیقه‌ای تقسیم بکنید. این یه روششه، ولی خب روشی که خودم هم انجام میدم اینه که مثلا اگه قرار 60 صفحه کتاب بخونی اون رو میتونید به 6 بخش 10 صفحه‌ای تقسیم بکنی. و من اینو همه رو نمیشونم پشت سر هم انجام بدم. توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اینا رو مثلا توی طول روز، مثلا الان درس میخونم 1 ساعت ممکنه نخونم، بعد دوباره بشینم 2 ساعت بخونم، اینجوری انجام میدم بیشتر کارامو. و حتما سعی کنید که برنامه‌ای که برای خودتون میشینید یه برنامه منعطف باشه که با کوچکترین اتفاقی که میفته برنامه‌تون به هم نریزه و روزتون خراب نشه. و اینو بگید که یه ذره درس خوندن یا یه ذره تلاش کردن توی روز، مثلا اگه قراره 1 ساعت اون کار رو انجام بدید بهتر از اینه که اصلا اون کار رو انجام ندید. پس اصلا چون اگه دیدید یه روز مفید نداشتید اون روزتون رو کلا کنار نذارید، نگید که از فردا حالا شروع میکنم، و از همون روز استفاده بکنید. نیم ساعت هم نیم ساعت، بالاخره نیم ساعت از بقیه جلو میفتید.
نکته که خیلی کمک میکنه اینه که حتما گوشه رو بذارید کنار، یعنی که اگر توی اینستا میرید از اکسپلور دوری کنید، یا اینکه مدت زمان خیلی کمی توش باشید چون اعتیادآوره و خیلی تایم از دست میرید و شروع کردن فعالیتی که میخواید انجام بدید هم دوباره براتون سخت میشه. و به نظر من مخرب ترین عامل توی درس خوندن اصلا نه فیلم و اینا هیچ کدوم نیست و هیچ مثلا اینترنت نمیتونه حواستون رو پرت کنه. بدونید که این تکنیک ها برای همه جواب نمیده و هر کسی شخصیتش با شخصیت طرف مقابلش فرق داره و یه راه حلی رو شاید میده که روی بقیه جواب نمیده و تکنیک های متفاوتی میتونید داشته باشید که بستگی به زندگیتون و شخصیتون داره، ولی خب میتونید تغییر بدید و برنامه هایی که و تکنیک هایی که هست و مناسب روحیتون برای خودتون برنامه ریزی کنید. حتما بنویسید که چه راه حلی دیگه ای هست که به شما کمک میکنه.